ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون کمال، دور جدید مذاکرات رژیم ایران با دولت‌های 5 به علاوه یک، خصوصا دولت امریکا، روز یکشنبه 24 ماه نوامبر در ژنو با تصویب یک توافقنامه 6 ماهه به پایان رسید. ما در برنامه این هفته چشمانداز زمین‌ها و فاکتورهای دخیل و همچنین پیامدهای این مسئله و نتایج این مذاکرات را با حضور رفیق صلاح مازوجی، دبیر کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنم. رفیق صلاح، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در استودیوی تلویزیون کمال حضور یافتید. من از شما تشکر می‌کنم و سلام دارم به حضور بینندگان این برنامه. خیلی ممنون. رفیق صلاح، همونطور که اشاره کردم، دور اخیر مذاکرات رژیم با دولت‌های غربی، خصوصا دولت آمریکا، در ژنو به پایان رسید و توافقنامه‌ای که به هر حال بندهای مختلف و اون در اسان عمومی و در رسانه‌ها پخش شده، به هر حال نتیجه این مذاکرات بود و همه در جریانش هستند. سال اول ما در زمینه این توافقنامه و این مذاکرات اخیر اینه که کدوم شرایط سیاسی، اقتصادی و کدوم فاکتورهای داخلی و منطقه‌ای، خصوصا رژیم ایران، رو به این واداشت که هم دولت‌های غربی و هم امریکا به خاطر شرایطی در کل منطقه هست، در موقعیتی قرار بگیرن که بعد از سالها مذاکره، حداقل بعد از یک دهه که این مذاکرات در تنگناهای مختلف قرار می‌گرفت، به یک توافق چند ماده‌ای، هر چند محدود، به هر حال برسن و نتیجهش رو به جامعه اعلام بکنن. در این مورد زیاد صحبت شده. واقعیت اینه که تازه‌ای که به ایران برمیگرده، همه خبر داریم که اقتصاد ایران تحت تأثیر بحرانی که درش قرار گرفته بود، سال هاست که رشته های مختلف تولید را به رکود کشیده و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و مراکز تولیدی و اینکه این مراکز زیر ظرفیت خودشون کار کنن، مدت هاست که به یک روال عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و اینا. بعد از این، تحت تاثیر این وضعیت، بیکارسازی های گسترده، افزایش خیلی میلیونی بیکاران، تورم سرسام‌آور، سقوط ارزش ریال و اینا، اینا به حد غیر قابل تحملی رسیده بود در اقتصاد ایران. حالا تحت تأثیر این وضعیت و بر متن این وضعیت، این خود تحریم های اقتصادی هم کلن اقتصاد ایران رو در معرض فروپاشی و ورشکستگی کامل قرار داد. خصوصا که ما میبینیم در ایران بسیاری از رشته های تولیدی و حتی بخش زیادی از احتیاجات و نیازهای روزمره مردم به تجارت خارجی و به واردات خارجی وابستگی داره و اینا، و این باعث شده بود که مردم روزانه، یعنی آثار و عواقب این تحریم ها و شدت گرفتن این تحریم ها رو بر زندگی خودشون احساس کنن. از طرف دیگه میبینیم خود اصلا سر پا نگاه داشتن این دستگاه عریض و طویل بروکراسی دولتی، سر پا نگاه داشتن دستگاه های سرکوب و نمیدونم یک کلن همه این ارتش و سپاه و اینها، اینا اساسا به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران وابستگی داشتن، چه خود این تحریم های اقتصادی خود تأمین بودجه اینها را هم با مشکل روبرو کرده بود. یعنی خود دولت هم با یک بحران کم بوده بودجه روبرو بود که خود دولت رو در حال در معرض خطر ورشکستگی قرار داده بود. اینا همه فاکتورهایی هستن که خب خیلی تأثیر داشت در این که رژیم جمهوری اسلامی بیاد و این روی کرد رو در پیش بگیری و اینا. چون ما میدیم که یک دوره جمهوری اسلامی سعی کرد به نوعی با خودفریبی جلو اینو بگیره، جلو این تحریما رو بگیره و از آثار و عوارض این تحریما کاسته بشه اینا. اومد گفت این تحریما کاغذ پاره بیش نیستن. بعدن اومد بعضی از سران رژیم گفتن این تحریما اصلا نعمت ایرانو به خود کفایی میرسونه اینا. بعدن اومدن تهدید کردن، گفتن ما اگه این تحریما ادامه داشته باشه و اینا، تنگه هرمز رو میبندیم.
بعدا تهدید کردن، گفتن با بستن تنگه هرمز بر روی این کشتی هایی که حامل نفتن و اینا، کلا اروپا را با بحران کمبود انرژی مواجه میکنیم. بعدا تهدید کردن، گفتن صادرات نفتی رو قطع میکنیم تا قیمت نفت در بازارهای بین المللی بالا بره و عوارض این بحران بر سر خودشون خراب بشه. تلاش کردن که از طریق دولت های به اصطلاح غیر متحد تحریم ها را دور بزن. همه اینها در واقع با شکست مواجه شد، همه اینها پوز عذاب در اومد و نهایتا رژیم جمهوری اسلامی در حال وادار شد که تحت این فشارها، تحت این فشارها که قرار داشت، وادار شد که در حال این سیاست سازش رو در پیش بگیره اینا، چون عملا یعنی به طور این اون مکانیزم های مقابله با این تحریم ها را نداشت، یعنی این اهرم فشاری که بتونه با اتکاب این تحریم ها را خونسا کنه در اختیار نداشت. مثلا خودش اطلاع داشت که عراق دوباره مثلا به زرگه کشورهای صادر کننده نفت بازگشته که روزانه 3.5 میلیون بشک نفت صادر میکنه. عربستان تولیدات نفتیشو بالا برد تا رژیم نتونه از این اهرم فشار نمیدون صادرات نفتی برای خونسا کردن تحریم ها بیاد استفاده کنه و اینا، نتونه از طریق کشورهای غیر متعهد این تحریم ها را دور بزنه و اینا. و تحت این شرایط خب هر روز اوضاع وخیمتر می شد و کلن امکان یک خیزش تودهی و یک طغیان تودهی علیه این وضعیت و فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل شده بود، این به یک خطر واقعی بر سر رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد. یعنی جمهوری اسلامی احساس کرد که اگه یه روز، یعنی قرار بود با پافشاری بر برنامه های هسته‌ای و دسترسی به سلاح اتمی بتونه موقعیت برتری رو در منطقه خاورمیانه کسب کنه و از این طریق بقای خودش رو تضمین کنه، دیگه کم کم متوجه شد عملا پافشاری بر این پروژه داره به خطری تبدیل میشه که کل بقای رژیم رو تهدید میکنه و اینا. از این زاویه بود که رژیم در واقع برای بقای خودش فکر میکرد اگه وارد این پروسه سازش با غرب به ویژه امریکا بشه، فرصت دیگه بیشتری و خریداری میکنه برای مقابله با بحران هایی که باش روبروست. از طرف دیگه تازه هم که به امریکا برمیگرده، ما میدونیم با سرکار آمدن دولت اوباما، اونا رسما براندازه رژیم جمهوری اسلامی را از دستور کار خودشون خارج کرده و این سعی کردن با فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی و برای اینکه از این طریق هرچند مسئله محدود کردن پروژه هسته رژیم و در واقع به عنوان یک محمل انتخاب کردن اینا، ولی هدفشون این بود که با این فشارها بتونن جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفتری در منطقه قرار بدن، بتونن جمهوری اسلامی را وادار کنن که گام به گام در اون کانونهای بحران در خاورمیانه عقب بنشینه و اونو وادار کنن که در نظم منطقه مورد نظر امریکا در خاورمیانه به سهم کمتری بیاد قناعت کنه. و این سیاست ها در این حال داشت بر متن بحران سرمایه‌داری پیش میرفت که این بحران از سال 2008 شروع شده، همچنان ادامه داره. تحت تأثیر این بحران همه قدرت های امپریالیستی در فکر اینن که دوباره یک تزدید تقسیمی در مناطق نفوذشون ایجاد بشه، همه برای تخفیف بحرانی که باش در جیرن به گسترش مناطق نفوذشون نیاز دارن، نیاز مبرم دارن و همینم خب تأثیر داشت که بیان یک سیاست فعالتری در مقابله با جمهوری اسلامی و برای فشار به جمهوری اسلامی در پیش گیرن. حربه تشدید تحریم های اقتصادی در واقع این کار رو کرد، این کار رو کرد که از این طریق بتونن جمهوری اسلامی را به زانو در بیارن، جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که بیاد سیاستاش رو در منطقه با استراتژی امریکا تطبیق ده. یعنی همه دولت اروپایی به این نیاز داشتن. شما حساب کن در دل این بحرانی که باش در گیرن، تا قبل از تشدید این بحران ها ایران مرابطات تجاری گسترده‌ای با آلمان داشت
با ایتالیا داشت و اینا. خب در دل این باران اونها هم احتیاج دارن که مرادات خودشون رو با یک کشور با 75 میلیون جمعیت رو از سر بگیرن و این کمک میکنه به تخفیف بحرانشون. یا مثلا خود فرانسه احتیاج داره به این که بیاد با ایران وارد این مرادات بشه و اینا. یعنی اونها هم در واقع تحت نیازهایی که در این دوره داشتن نقش داشتن در این که این پروسه را سرعت بدن. بله. جان کری وزیر امور خارجه دولت امریکا در تفسیر این قرارداد در سخنان اذعان کرده که در اثر این توافق مهمترین بخش‌های برنامه هسته‌ای رژیم رو متوقف کردن و به تأسیسات کلیدی ایران دسترسی پیدا کردن. همونطور که می‌دونیم خیلی وقتا راجع به این که بتونن از بخش عمده‌ای از تأسیسات هسته‌ای رژیم بازدید بکنن ممانعتایی بوده. اینا رو به عنوان یک دستاورد در خصوص این مسئله بیان کرده. سوال اینه که فکر نمی‌کنید که خود رژیم ایران در مقابل فشار آمریکا و دولت‌های غربی وارد به یک شکست و یک عقب نشینی بزرگ شده؟ هرچند شما از در مسابقه قبلی بارها بر این مسئله تأکید کردید، ولی می‌خوام که در اینجا این توضیح رو بدین که این مهر تاییدی باشه بر سخنان قبلی. در این چه جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای جنایی شکستی را متحمل شده تردیدی نیست. بله. چون درسته سران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که ما حق غنی سازی را به دست آوردیم و اینا، ولی همه مردم می دونند که جمهوری اسلامی منظورش قبلا از حق به دست آوردن حق غنی سازی 3.5% نبود. بله. رژیم میخواست حق غنیسازی تا 25% داشته باشه. حالا اینا نه تنها این حق ازش سلب کردن، بلکه تا این توافقاتی که صورت گرفته ایران مجبور اون در واقع همه اون اورانیوم غنی شده 5-20% رو خونسا کنه. و این خیلی روشنه که جمهوری اسلامی در واقع عقب نشسته از اون اهدافی که تعقیب میکرد در همین پروژه های هسته‌ای و جلب تکنولوژی هسته‌ای. یا از طرف دیگه میبینیم بر اساس این توافقات جمهوری اسلامی مجبوره اصلا بیاد در واقع نصف اون سانتریفوژ هایی که در تأسیسات نتنز و اینا به کار گرفته بود و خونسا کنه، یا 3/4 همین سانتریفوژ ها را در بیاد تأسیسات فردو بیاد فعالیتشون رو معلق کنه و اینا. اینها خب نشون میده، یا همون کار تحقیقاتی که در تأسیسات عراق داشت انجام میداد اینها رو باید به حالت تعلیق در بیاره و اینا. این روشنه که همه این توافقاتی که شده همه اینا برای جمهوری اسلامی یک عقب نشینی از همون پروژه ها و بلند پروازی هایی که در این زمینه داشت و در واقع تبلیغش میکرد اینا. از طرف دیگه ما میدونیم جمهوری اسلامی 25 سال داره تو این زمینه سرمایه گذاری میکنه و اینا. مثلا اولین قراردادش با دولت روسیه حدودا 17 سال پیش بود، سال فکر کنم 1995 بود، که 800 میلیون یک قرارداد 800 میلیون دلاری با دولت روسیه امضا کردن برای راه انداختن راکتورهای اتمی در بوشهر. در بوشه این ابتدای کارش بود و بعدا جمهوری اسلامی استفاده کرد از اون شرایطی که بعد از پایان جنگ سرد پیش اومده بود و صدها کارشناس روسی و ایمان استخدام کرد تا بیان در این پروژه ها کار کنند. مسئله دستیابی به اورانیوم 3.5% در واقع اون وقت بحثش بود که جمهوری اسلامی تونسته از طریق باندهای مافیایی اورانیوم غنی شده را وارد کنه در این حد. و جدا از این جمهوری اسلامی هر ساله 2-3 میلیارد دلار رو هزینه نگهداری و پیشبرد این پروژه ها کرده. خب حالا که مجبور از این حد دست برداره، نه همیش خب یک عقب نشینی برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی اگه بیاییم هزینه تحریم ها را هم حساب کنیم، تحریم ها که به دلیل پیش برده این پروژه ها به جمهوری اسلامی و به اقتصاد ایران اینا تحمیل شده، به مردم ایران تحمیل شده، یعنی سر به صدها میلیارد دلار میزنه. شما حساب کن این تحریم هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی اومد تحمیل شد، اصلا کل صادرات این دو
بخش این درشته صنعتی را کاملا فروکش داد طی سالهای اخیر. یا مثلا تحریم های دیگری که به اقتصاد ایران تحمیل شد، یعنی وقتی تحت تاثیر این تحریم ها دیگه ایران نتونست وارد مراودات اقتصادی با کشورهای اروپایی بشه و اینا، مجبور شد از طریق دلال ها دست چندم بیاد، این اجناس با قیمت های گرونتری بیاد وارد کنه و هزینه همه اینها می افتاد رو دوش مردم کارگران و مردم زحمت کش ایران. یا مثلا اینکه خود صادرات نفتش به کشورهای اروپایی و به خیلی از کشورهای دیگه افت کرد و اینا، اما خب اینها همه اینها تاثیرات مستقیمی داشت و همه اینها رو باید به این هزینه هایی که جمهوری اسلامی متحمل شده، اقتصاد ایران ته چندین سال گذشته متحمل شده، باید اضافه کرد. حالا جمهوری اسلامی با این همه سرمایه گذاری و هزینه هایی که به مردم ایران تحمیل کرده، حالا مجبور از این پروژه ها دست بکشه و اینا. درسته برای مردم ایران یک دستاوردیه، ولی خب برای جمهوری اسلامی به طور قطع یک شکست به حساب میاد. بله رفیق صلاح، همونطور که شما اشاره کردین، این شکست رو رژیم میخواد در لفافه پیروزی به مردم تحمیق بکنه. به راستی از بسیاری از رسانه های رژیم در مصاحبه های مختلف، در حمایت های مختلف که دولت مردان رژیم از تیم مذاکره کننده کردن، این رو به عنوان دستاوردی و به عنوان پیروزی برای جامعه ایران بر حال حتی به عنوان یک پیروزی بزرگ قلمداد کردن. ولی سوال من در اینجا اینه که نقش سپاه پاسداران مثل صحنه گردان اصلی سیاست و وضعیت عمومی در جامعه ایران و شخص خامنه‌ای در این سازش چی بوده و چه دلایلی داشت که سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای در رابطه با این مسئله سیاست نرمش قهرمانه را مطرح کردند و قبول این شکست را کردند که بتونن این راه رو برای حرکات آیندهشون به هر حال فراهم بکنن و در قبال اون بازم بگن ما موفق بودیم؟ همونطور که خود شما اشاره کردید، واقعیت اینه که کادر رهبری سپاه پاسداران مبتکر این سازش و این عقب نشینی در مقابل غرب به طور کلی و امریکا به طور مشخص شد. چون اگه توجه کرده باشید، همین روزهای اخیر برای چندمین بار این خبر گزاری آسوشیتد پرس این خبر رو دوباره منتشر کرد. اینو قبلا هم منتشر کرده بودن، جدی گرفته نشد، که حتی قبل از سر کار آمدن دولت روحانی، یعنی 4-5 ماه قبل از سر کار آمدن کابینه روحانی، این مذاکرات پشت پرده برای بر سر مسئله همین برنامه های اتمی رژیم جمهوری اسلامی و حتی بر سر مسائل منطقی مانند بحران سوریه و اینها بین دیپلمات های دولت اوباما و رژیم جمهوری اسلامی در سطح بالای این مذاکرات رو در رو در جریان بود، یعنی به وساطت سلطان قابوس در پایتخت عمان این مذاکرات پیش رفته و چندین بارم این ملاقات ها صورت گرفته. این درست همون مقطع یعنی زمانی که در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قفقاز این مذاکرات پیش می رفت، در اصل در پشت پرده مذاکرات دیگه‌ای در جریان بود. همه شاهد اینو نشون میده، یعنی شما نشون میدید قبل اینا نشون میده که قبل از سر کار آمدن روحانی این مذاکرات در جریان بوده و به طور قطع این مذاکرات هم در سطح دیپلمات‌های سطح بالای جمهوری اسلامی در این مذاکرات حضور داشتند، چه همشون جزء کارشناسان همین پروژه های اتمی رژیم بودن و این نمیتونه از چشم سپاه پاسداران مخفی بمونه. به طور قطع کادر رهبری سپاه پاسداران از این مذاکرات پشت پرده اطلاع داشته و در واقع همون مذاکرات هم بودن که زمینه به توافق رسیدن ژنو فراهم کردن. یعنی این توافقات اخیر بدون زمینه نبوده، ولی خب در اون مقطع دو طرف مذاکره کننده به توافق رسیدن که این مذاکرات پشت پرده بمونه، این مذاکرات رو علنی نکنن، ولی اخیراً خود امریکایی‌ها هم اعتراف کردن که این مذاکرات در جریان بوده و گویا همین هیئت مذاکره کننده امریکایی که قبلاً هم رو در رو با نمایندگان جمهوری اسلامی در پایتخت عمان این گفتگوها را داشتن، در همین مذاکرات ژنو در پشت صحنه حضور داشتن. اینا نشون میده که سپاه پاسداران
خب کادر رهبری سپاه پاسداران ابتکار عمل این سازش رو در دست داشتن و اون هم تحت تأثیر همون واقعیتی که بهش اشاره کردیم، یعنی سپاه پاسداران به این رسیده بود که ادامه این وضعیت و پافشاری بر این پروژه های هسته‌ای اقتصاد ایران رو به طرف فروپاشی میره و کل به یک مخاطره جدی برای کل حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده و اینا. این که و حتی خود سرکار آمدن روحانی، خود سرکار آمدن روحانی خودش این نشون میداد که در واقع چون اون با شعار عادی سازی مناسبات با غرب و در واقع به میدان مبارزه انتخاباتی اومد در این دوره و اینا، خود این که سپاه پاسداران و ولی فقیه اجازه دادن که روحانی از صندوق بیرون بیاد و پیروز این انتخابات به اصطلاح انتخابات بشه، این نشون میداد که یک تجدید نظری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعدا خودش رو به این شیوه نشون داد. یعنی در واقع دولت روحانی مجری سیاستیه که قبلا سپاه پاسداران روش توافق داشته، ولی فقیه روش توافق داشته و فکر میکردن که بدون این سازش ممکنه جمهوری اسلامی با مخاطرات بزرگتری روبرو بشه. هرچند این سازش هم خوب مخاطرات خودش رو داره، ولی فکر میکردن اگه از این مسیر برن جمهوری اسلامی فرصت بیشتری رو برای مقابله با بحرانهایی که ازش باش درگیر پیدا میکنه. بله. پیامات این توافق حاصل شده در سطح منطقه خاورمیانه که میدان دیگه ای از کشمکش های ایران و آمریکا بوده چه خواهد بود؟ چون بالاخره سالهای سال همونطور که شما در پاسخ پرسش نخست اشاره کردیم وضعیت منطقه ای و جایگاه رژیم اسلامی به طور مختصر بهش اشاره کردیم، اگه میشه لطف کنیم در اینجا کاملتر این وضعیت رو توضیح بدین. همونطور که دیدیم به هر حال وزیر امور خارجه رژیم در تفاصیل خود پیرامون این قرارداد اشاره مشخص به این کرده که در منطقه خاورمیانه کسی نباید نگران باشه، چرا که امنیت و تعامل در خاورمیانه از اولویت های ایران هم هست. ارزیابی شما از این گفته ها و از این موقعیت کنونی خاورمیانه و این توافق چی هستش؟ همانطور که خودتون در ابتدای صحبت اشاره کردید و این مذاکرات و اینا این شروع کاره، هرچند خب نشانه های خیلی بارزی از سازش جمهوری اسلامی و اینا خودش رو نشون میده و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته و مسئله تشدید تحریم ها حداقل برای 6 ماه معلق مونده و اینها و بعضی امتیازات زیادی را هم جمهوری اسلامی در این زمینه داده به امریکا و دولت های غربی و اینا، ولی در حال این شروع کاره و ما بارها گفتیم و الان تأکید میکنیم که در واقع این تأکید غرب و به ویژه امریکا بر محدود کردن برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای، این محملیه برای پیشبرد کل سیاست های منطقه امریکا. یعنی اینو به محمل فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل کردن، ولی در اصل اینا میخوان کلن خودشونو در منطقه خاورمیانه از شر اون سرکشی ها و ماجراجویی های رژیم جمهوری اسلامی برای همیشه بیان نجات بدن. بنابراین این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد تا جمهوری اسلامی را وادار کنند که در کانون های بحرانی مثلا عراق، حالا عراق همه میدونیم که در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته و اینا، همه میدونیم که یک پای این بحرانی که اکنون در عراق وجود داره رژیم جمهوری اسلامیه، رژیم جمهوری اسلامیه که داره جریانات شیعه و نمیدونم بعضی از جریانات میلیشیا داره به هر لحاظ داره تقویت میکنه، ازشون حمایت میکنه و زمینه این جنگ داخلی را اومده در عراق فراهم آورده. در سوریه ما شاهدیم که جمهوری اسلامی داره یک جنگ نیابتی را با عربستان سعودی داره پیش میبره، یعنی رسما بخشی از سپاه پاسداران تحت نام سپاه قدس داره در جبهه نیروهای بشار اسد می جنگن علیه نیروهای اپوزیسیون، نیروهایی که وابسته به عربستان اینها هستند. اینها همه کانونهایی هستند که خب هم
دولت‌های منطقه درش درگیر هستند، هم امریکا و کشورهای اروپایی به نوعی، دولت‌های اروپایی به نوعی درگیر این بحران هستند و به طور قطع در ادامه این مذاکرات و گفتگوها این فشارها ادامه خواهد داشت تا جمهوری اسلامی را در این کانونهای بحران هم وادار به عقب نشینی کنند و در کل نظم منطقه‌ای که امریکا مورد نظر داره میخوان جمهوری اسلامی به موقعیت ضعیف‌تری قناعت کنه در این. و نشانه های هم پیداست که جمهوری اسلامی هم خودش رو برای این سازش هم آماده کرده. همین که مثلا یک هفته پیش همراه با وزیر خارجه ترکیه دارن از هر دو طرف منازعه در سوریه میخوان که آتش بس کنن و زمینه را برای مذاکرات ژنو دو آماده کنن، برای توافق آماده کنن. این نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی از طریقی به این وضعیت که تو سوریه وجود در سوریه وجود داره بیان خاتمه بدن. یا میدونیم که یکی از کانونهای بحران دیگه هم مسئله لبنانه. لبنانه به طور قطع جمهوری اسلامی تلاش میکنه، یعنی همانطور که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اون محور مقاومتی که ازش اسم میبره سوریه و ایران و لبنان میخواد هر جوری شده حتی اگه به قیمت تجزیه سوریه هم باشه اینا حفظ کنه، اینا حفظ کنه. به طور قطع امریکا و کل دولت‌های منطقه میخوان این محور به اون صورت باقی نمانه و موقعیت جمهوری اسلامی را تضعیف کنن. بنابراین تا جایی که به دولت‌های منطقه برمیگرده اونا به این توافقات اخیر راستش زیاد خوشبین نیستن و این نگرانی اونها را رفع نکرده، مگه اینکه پروسه ادامه داشته باشه که در همه در کل منطقه یه موقعیت ضعیف‌تری را به جمهوری اسلامی تحمیل کنن که دیگه بخاطره برای کشورهای همسایش نباشه. از این نظره که می‌بینیم کلن دولت‌های حاکم در کشورهای خلیج، عربستان سعودی، امریکا، کلن ترکیه و اینا همه با احتیاط به توافقات اخیر نگاه کردن اینا. ولی خب باید ببینیم که ادامه این مذاکرات به کجا می‌انجامه. به طور قطع به توافقات اخیر محدود نمیمونه و این اولین گامه در این جهت که جمهوری اسلامی از این کانونهای بحران عقب بکشه و تن بده به سیاست هایی که تا حدودی با استراتژی امریکا در این منطقه انطباق داره. رفیق سلام، رسیدن به این توافق هرچند موقته و ممکنه که به هر حال همونطور که شما گفتین در دراز مدت باید چشم برای این بود که ببینیم نتایجش به کجا میشه، ولی موجب این شده که بعضا توهماتی در بین اپوزیسیون بورژوایی و یا حتی بخشی از مردم عادی هم به هر حال به وجود بیاد. برای مثال حتی قبل از این توافقات ما دیدیم که چراغ سبزی از سوی جریانات ناسیونالیست کرد برای در این مذاکراتی که امکان داشت صورت بگیره به رژیم داده شد و حتی مبحث مذاکره هم پیش اومد. نظر شما در رابطه با توهمات احتمالی در میان اپوزیسیون بورژوازی، البته احتمالی نمونده به هر حال یک بخشش حتی علنی شده، در این رابطه چیه و وظیفه جریان رادیکال و کارگری در افشای این توهمات چه خواهد بود، هم در قبال اپوزیسیون هم در قبال به هر حال مردم و کسانی که شما گفتید 70 میلیون جمعیت ایران؟ بالاخره وظیفه جریان رادیکال چی هست این شرایط؟ اگه یادت باشه یعنی همون مقطعی که این تحریم ها شدت پیدا کرد و تهدید ها کلن دولت های غربی و بیژه امریکا علیه جمهوری اسلامی شدت پیدا کرد، ما شاید این بودیم که کل اپوزیسیون بورژوای ایران از سلطنت طلب گرفته تا طیف اون جریانات بورژوازی طرفدار غرب تا کلن جریانات ناسیونالیست در کردستان و بخش‌های مختلف این اپوزیسیون یک تحرک تازه پیدا کردن و اینها اومدن چند همایش تحت نام تلاش برای دموکراسی، اتحاد برای دموکراسی در ایران رو تشکیل دادن، در سوئد استکهلم این کار رو کردن، در واشنگتن، در پراگ همایش هایی را بران انداختن و خیلی امیدوار بودن که تحت تاثیر تشدید این تحریم های اقتصادی و تهدید هایی که امریکا و اینها به راه انداختن رژیم جمهوری اسلامی
در موقعیتی قرار بگیره که شرایط برای نقل و انتقال قدرت در ایران فراهم بشه. و خیلی سریع ما دیدیم اینها به بعضی ائتلاف و همکاری های گسترده در بین خودشون تن دادن در این دوره. و حالا دقیقا عکس این داره اتفاق میفته. یعنی علارغم این یک دوره تشدید تحریم ها و تهدید های زنجی و اینها چه در این دوره صورت گرفت و اینا، حالا میبینیم دو طرف تحت شرایطی که توضیح دادیم دارن به توافق و به سازش دارن نزدیک میشن. و این دقیقا خیلی از این جریانات اپوزیسیون بورژوای ایرانو که در یک دوره برای نقل و انتقال قدرت در ایران به دخالت خارجی، به دخالت امریکا، به دخالت قدرت‌های غربی امید بسته بودن، حالا اونها دارن به یه نوعی با یأس و نومیدی روبرو میشن. چون جریانی که در واقع به اعتراض توده مردم متکی نیست، به نیروی اعتراض توده مردم در واقع اعتقادی نداره و حتی اونو خطری میبینه برای آینده و برای سرنوشت سیاسی خودش، خیلی طبیعیه اکنون که این توافقات صورت میگیره خب این روحیه خودشونو بیان از دست بدن. از این نظره که ما شاهد اینیم که اینها دوباره دارن به تغییر و تحولات درون خود رژیم امید میبندن. دوباره مثلا میخوان یه جوری وانمود کنن، میان امید میبندن به همین دولت به اصطلاح اعتدال روحانی، میان مثلا میخوان مردم رو در انتظار این بذارن که این سیاست اعتدال در زمینه رابط و مناسبات بین المللی نکاسش در داخل این خواهد بود که دولت روحانی با اعتدال به مردم برخورد میکنه، با اعتدال اکثر عمل نشون میده در مقابل اعتراضات مردم و به یه نوع میخوان مردم رو در حال انتظار باقی بذارن و تا بچه دولت روحانی یه کاری براشون بکنه. یعنی همون کاری که اصلاح طلبان حکومتی به یه نوعی میکنن و مردم رو تشویق میکنن، میگن تغییرات اقتصادی، بهبود در وضعیت اقتصادی در یکی دو ماه و چند ماه انجام نمیگیره و باید منتظر باشید، اون هم دارن همین کار میکنن. تمام بحث بر سر اینه که ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته، نباید مردم رو در انتظار وعده های توخالی دولت روحانی بیاییم باقی بگذاریم. باید مردم رو از همین حالا بهشون گفت این سیاست اعتدال یا عقب نشینی در مقابل دولت امریکا این به معنی نیست، به این معنی نیست که در مقابل خواست مردم هم عقب نشینی. مثلا همین دوره اینو نشون داده، در این دوره اینو نشون داده که اتفاقا به هر درجه که اونها در مقابل قدرت‌های غربی نرمش نشون دادن، در مقابل با مردم با سرسختی بیشتری ظاهر شدن، در مقابل با مردم اومدن سرکوب و تشدید کردن. مثلا در همین دوره تاکنون در همین دوره روحانی بیش از 600 نفر اعدام شدن. بعدن نمیدونم با اون برا انداختن گشت ارشاد و اینا زنان بیشتر از گذشته اومدن تحت فشار قرار دادن. در این دوره کلن فضای جوان بیشتر امنیتی شده در مقایسه با گذشته و اینا. در این دوره نشون دادن که هیچ فشاری بر فعالین کارگری یا فعالین جنبش‌های مدنی و اینا کمتر نکردن، بلکه این اعتراضات بیشتر هم شده و اینا. بنابراین تحت این شرایط به هیچ وجه نباید بذاریم که نیروهای اپوزیسیون بورژوای ایران، حالا از هر بخشش چه باشه، مردم رو متوهم کنن به وعده های خاتمی و روحانی و باعث بشن که یک افتی و به مبارزات مردم رو اینها بیان تحمیل کنن. خوشبختانه ما در این دوره، در این دوره که روحانی بوده، در مقایسه با گذشته هم شاهد یک تدرجه رشد اعتراضات کارگری بودیم. یعنی اونها نشون دادن که منتظر این وعده ها نمیمونن، به مبارزات خودشون برای رسیدن به مطالباتشون ادامه خواهند داد و ما باید همین جهت و تبلیغات ما بیاد تقویت کنه و اینا. نه اینکه مثلا بیاییم بذاریم این نیروهای
این بخش از نیروهای اپوزیسیون بیان مردم رو در انتظار اینکه این بازتاب سیاست به اصطلاح اعتدال دولت روحانی در ایران چه خواهد شد، بیان اینا مردم رو در حالت انتظار نگه دارن. بله، من سوال آخر این برنامه رو خدمتتون به هر حال عرض می‌کنم، هرچند شاید این سوالم یکی دو بخش مختلف و در بر داشته باشه، ولی می‌خوام که شما لطف کنیم و به طور کلی بهش پاسخ بدیم. می‌دونیم که رسیدن به این توافق همونطور که شما گفتین سرآغاز و سرفصلی برای عقب نشینی و شکست‌های بزرگتر رژیم. خیلی طبیعیه که اگه یک گام به عقب نشسته، باید گام‌های بعدی رو هم در مقابل هم دولت‌های غربی به حال عقب نشینی می‌کنه، هم در مقابل خواست و مطالبات درونی جامعه هم، چون همونطور که گفتین اعتراضات کماکان ادامه داره. شما فکر می‌کنید که پیامدهای این توافق برای مردم عادی در جامعه ایران چه خواهد بود؟ به هر حال 70 و اندی میلیون جمعیت و همونطور شما اشاره کردین صدها میلیارد دلار تحمیل فشارهای اقتصادی برای مردم، چه دستاوردی رو خواهد داشت؟ چه تأثیری بر زندگی اونا میذاره؟ و رابطه مردم معترض و خود رژیم و که رژیمی که شما گفتین که مرتب داره به دامنه سرکوب ها حتی اضافه تر میکنه، به چه شکلی خواهد بود و چطوری تحت تأثیر قرار میده؟ و لطف کنین در آخر اشاره کنین که وظیفه و اون باری که بر دوش فعالین کارگری در درون جامعه خواهد بود چه چیزایی هستن؟ میدونی همانطور چه گفتیم این توافقات یک شکست برای جمهوری اسلامی به حساب میاد. واقعیت این که مردم باید اینو یک پیروزی برای خودشون به حساب بیارن. چون گفتیم این توافقات در شرایطی ایران به این توافقات تن داد که اقتصاد ایران در معرض فروپاشی قرار گرفته بود و تحت تاثیر فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل شده بود، رژیم واقعا خودش رو در خطر یک خیزش توده و یک طغیان عمومی در ایران زیر خطر این میدید که نهایتا اومد به این تن داد. به این اعتبار مردم باید این سازشی که جمهوری اسلامی بهش تن داده و اینو محصول مبارزه خودشون بدونن، محصول ترس و وحشتی که به جان سران رژیم انداختن بدونن و به طور قطع باید از این وضعیتی که پیش اومده بیان خب روحیه بگیرن و فکر کنن که بنابراین این رژیم علارغم این که هنوز قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، علارغم قدر قدرتی که رو به مردم نشون میده، ولی این رژیم هم میشه به عقب نشوند و میشه خواستا و مطالبات خودشون رو به این رژیم تحمیل کنن. خیلی خیلی روشنه، یعنی هر درجه از عقب نشینی که رژیم جمهوری اسلامی میکنه یا این توافقات که منظر به این بشه مثلا بار تحریم ها کاسته بشه، خب این مردم از این نفع میبرن. مردم مخالف تحریم بودن، بخش زیادی از این عواقب تحریم ها اینا فشارش میافتاد به دوش مردم، یعنی مردم در زندگی روزانشون بار تحریم های اقتصادی رو در واقع احساس میکردن. مثلا همین حالا که در اثر این تحریم ها مردم با کمبود دارو یا با کمبود بسیاری از نیازمندی های روزانشون رو بروستن، خب به هر درجه که اینها کاهش پیدا کنه، مردم ایران در موقعیت بهتری برای مبارزه قرار میگیرن، در موقعیت بهتری قرار میگیرن که خواسته و مطالبات دیگرشون رو تعقیب کنن و اینا. بنابراین به طور قطع این توافقات و برداشتن این فشارها به نفع مبارزه مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی. مثلا همین که مردم ایران تحت فشار و تهدید نمیدونم جنگ و میلیتاریسم امریکا اینا خارج بشن، خب این یک دستاوردیه برای مردم. همین که مردم مثلا زیر سایه این جنگ خارج بشن، خب باید خوشحال بشن. همین که مثلا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به بهانه مقابله با دشمن خارجی بیاد فضای جامعه را امنیتی کنه، هر روز مانور نظامی سازمان بده، بعدن یه نوعی فضای نظامی رو بر جامعه حاکم کنه، خب اینا همه به نحوی دستاوردیه برای مردم و مردم رو در موقعیت بهتری قرار میده برای پیش برده مبارزه که میکنن. یا همین که مثلا شما حساب کن این فاجعه چرنوبیل، اگه این تو در بوشهر مثلا اتفاق میاد، خب این یک فاجعه‌ایه. این که مثلا حتی فکر کردن به این یک وحشت رو ایجاد میکنه. این که مثلا
جمهوری اسلامی در این زمینه با محدودیت برو میشه و مجبور میشه مثلا فعالیتاشو در این زمینه محدود کنه، خب اینها همه دستاوردیه برای مردم و مردم و در موقعیت بهتری قرار میده برای مبارزه و اینا. و کلن علی‌رغم هر ادعایی که رژیم بکنه، بگه این یک پیروزیه، بگه این یک پیروزی و اینا، مردم اینو به رنگ شکست به حساب میارن. و خود جمهوری اسلام اینو میدونه، خود جمهوری اسلام اینو میدونه. اگه اینطور نبود، خب چرا؟ اگه از عوارض این شکست و این مذاکرات در واقع نگران نبود، چرا میاد فضای سرکوب و در جامعه تشدید میکنه اینا؟ چرا میاد فضا رو امنیتی تر میکنه؟ چرا مثلا تلاش میکنه خوف و وحشت و مثلا تو جامعه بیاندازه؟ چون از عواقب سازشی که کرده میدونه کدر قدرتیش نزد مردم، نزد مردم منطقه، نزد مردم ایران فرو میریزه و مردم به لحاظ روانی، به لحاظ روحی در موقعیت مناسب تری برای تعقیب مطالبات خودشون قرار میگیرن اینا. یا مثلا همین که مثلا جمهوری اسلامی تن میده به شرایطی که در حال این تحریم ها رو صنایع خودرو سازی محدود بشه، صنایعی که 100,000 نفر کارگر در اون کار میکنن، خب اینا همه نتایج مثبتی داره برای طبقه. یا همین که مثلا به درجه از این ابعاد تحریم ها مثلا کاسته بشه و اینا، خب روشنه که این نتایجش مثبته. در کل میخوام بگم که نتایج این توافقات و اینا، مردم ایران، طبقه کارگر باید اینو محصول مبارزاتی چه کردن، اینو محصول ترس و وحشتی که به جان رژیم انداختن، رژیم از ترس طغیان اونها بود که به این سازش تن داد و اینا باید دستاورد مبارزه خودشون بدونن و اینو در بکنن یک امکانی برای گسترش مبارزات خودشون. تازه که به فعالین کارگر یا فعالین جنبش های اجتماعی برمیگرده، خیلی مهمه که یک تصویر، یک تحلیل، یک ارزیابی واقع بینانه از این داشته باشن. یعنی اونها واقعا باید این سازش جمهوری اسلامی، این عقب نشینی جمهوری اسلامی، این شکست جمهوری اسلامی رو مانند مقطع دیگری نگاه کنن که در این مقطع داره بازم توازن کوه به نفع جبهه اعتراضات مردم داره تغییر میکنه. چطور؟ مثلا در مقطع انتخاب سال 1376، مقطعی که خاتمی مثلا انتخاب شده اینا، درست مردم از نیروشون به نحو احسن استفاده نکردن، اگر در واقع اون انتخابات رو بایکوت میکردن، نمیرفتن پای صندوق ها، بهترم حتی توازن کار به نفع خودشون تغییر میدادن، ولی همین که رفتن پای صندوق ها به خاتمی رو دادن و نذاشتن کاندید مورد نظر جناح حاکم از صندوق ها بیرون بیاد، این به نوع نیروی خودشون نشون دادن مردم. یا مثلا مقطع اعتراضات سال 88 که مردم در ابعاد میلیونی در شهرهای بزرگ ایران وارد میدان اعتراض شدن و کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به زیر سوال بودن، این مقطع دیگری بود در تغییر توازن قوا به نفع جبهه مردم. یا مقاطع دیگری که کارگران با مبارزات روزمره خودشون، اعتصاباتی که کردند، دستاوردهایی که به رژیم و به طبقه سرمایه‌دار در ایران تحمیل کردند، یا مثلا دستاوردهایی که زنان با مبارزه روزمره خودشون در زمینه حقوق زنان به این رژیم تحمیل کردن، یا مقاطعی بانند اعتصابات عمومی در کردستان، این همه مقاطعی بودن که نشون میده که مردم با مبارزه خودشون توازن کار به نفع جبهه اعتراض و مبارزه علیه این رژیم تغییر دادن. و فعالین کارگری خیلی مهمه که این مقطع هم به عنوان یکی از مقاطعی که داره توازن کار به نفع مردم بازم بهتر میشه، اینو به حساب بیارن و بدونن که درسته رژیم جمهوری اسلامی ظرفیت سرکوب خودش رو حفظ کرده، ولی این فشارهایی که آورده، این امنیتی کردن فضای جامعه، این تشدید سرکوب ها به طور قطع نمیتونه دوام داشته باشه، شکننده است، موقتیه و زمینه برای گسترش اعتراضات فراهمه. و همین دوره هم جنبش کارگری اینو نشون داده، گسترش اعتراضات به اعتصاب کارگری اینو به ما نشون داده، بر بستر این فقر و فلاکتی که اکنون وجود داره به طور قطع، هر چندم این توافقات
یه مقدار از بار تحریم ها که ولی تغییر و تحولی در وضعیت زندگی مردم ایجاد نمیشه. هر تحولی فقط میتونه نتیجه اعتراض و مبارزات خود مردم باشه و با توجه به زمینه هایی که وجود داره در این دوره امکان گسترش مبارزات کارگران حول مطالباتشون وجود داره و اینو باید فعالین کارگری تشخیص بده. در این دوره باید اونها سعی کنن به این مبارزات دامن بزنن، مبارزات کارگری حول مطالباتشون، باید سعی کنن این مبارزات رو به هم مرتبط کنن، باید سعی کنن این مبارزات رو سراسری کنن حول خواستایی که خواست همه طبقه کارگری ایرانه و بتونن بر بستر رشد این اعتراضات کارگری، بر بستر گسترش این اعتصابات و مبارزات کارگری تشکل‌های کارگری رو ایجاد کنن. یعنی اگه طبقه کارگر نتونه در این دوره، در این دوره که داره اعتراض میکنه، داره اعتراضاتش گسترش پیدا میکنه، نتونه تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی خودش رو به وجود بیاره، نمیتونه در تحولات آتی آنطور که باید مهر خودش رو به این تغییر و تحولات بکوبه. بنابراین مسئله دامن زدن به اعتراضات حول مطالبات کارگران و تلاش برای سازماندهی طبقه کارگر در این دوره کماکان از اولویت‌های فعالین جنبش کارگری ایرانه و باید بارها اینو یادآوری کرد که هر بهبودی در وضعیت زندگی کارگران فقط میتونه نتیجه مبارزه اونها باشه، چون این توافقات حتی اگه به نتیجه نهایی برسه تا جایی که به دولت روحانی برمیگرده میتونه میخواد اینو زمینه پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی کنه که در دوره رفسنجانی پیش میاد و این غیر از فقر و پلاکت بیشتر برای طبقه کارگر هیچ چیز دیگه‌ای به ارمغان نمیاره. بنابراین طبقه کارگر نباید منتظر هیچ بهبودی در وضعیت زندگی خودش تحت حاکمیت دولت روحانی بشه و باید مبارزه مستقیم خودش رو برای مطالباتش ادامه بده. خیلی ممنون رفیق صلاح از صحبتاتون و سپاس از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. منم از شما سپاسگزارم. متشکرم. عزیزان بیننده، آنچه در برنامه چشم‌انداز این هفته تقدیم شما شد، نتایج و پیامدهای مذاکره اخیر رژیم ایران و دولت‌های پنج به علاوه خصوصا دولت آمریکا در ژنو بود. در این برنامه رفیق صلاح مازوری دبیر کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران با ما حضور داشتن. امید است که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، موفق و سربلند باشید. خیلی ممنون.